ای کاش جواز کاربرد دستگاه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر معیار خرد انسان می بود. پیشرفت علم و تکنیک به مردم آگاه سهولت‌ها و تمدن می آورد، ولی برای جامعه پسمانده و راه نیافته می تواند گمراهی و ابهام ایجاد کند. نمونه های آن را می تواند در زندگی روزمره مردم و برخوردهایشان با پدیده‌های نوساخت دید. مثلا داشتن کامپیوتر و استفاده آن نیاز روزمره است، ولی در کنار آن بلند بردن سطح آگاهی و مهارت در زمینه‌هایی که به آن می‌پردازیم نیاز است. دیریست به شمار نویسنده‌ها افزوده شده است، چون نوشتن با کامپیوتر سهولت ایجاد کرده است، ولی در جمع انسیاهی لشکر از جانب اندک قلم به دستان به محتوای کار و روش نگارش توجه صورت گرفته است. در کار نشرات و چاپ هم به گونه عدم آگاهی شماری از کار تکنیکی و پراگندگی در این عرصه معیار کار نشرات و ارزش آثار را پایین آورده است. البته به مقایسه آثار پدید آمده دیگر خواننده هم وجود ندارد، که این فقر فرهنگی در این اواخر بیشتر برمیگردد به شیوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی که به جای مطالعه کتب سودمند به وقت گذرانی در صفحات فیسبوک و یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها مصرف شده اند. با ایجاد وسایل موسیقی برقی شمار آوازخوان‌ها هم فزونی غیر قابل باور یافت و کلیپ‌هایی که از ایشان در دو دهه آخر به نشر رسیده ابتذال را در موسیقی گسترش داد و حتی بر ذوق شنونده‌ها تأثیر گذاشت و معیارهای برداشت و درک موسیقی را کاهش بخشید. این جزئیات می توانند به مرور زمان دوباره مسیر درست یابند و دست اندرکاران با طرح پیشنهادهای سالم و نقد سودمند صاحب نظران رشد کنند. ولی آنچه جامعه را به تاریکی و گمراهی سوق می دهد، پیدایش پدیده بنام عالم دین است که از همه امکانات پیشرفت تمدن و تکنیک در عصر دیجیتال برای تبلیغ تفکر متحجر خیش استفاده می کنند و فاجعه می آفرینند. جوانک هایی که می توانند به موبایل و اینترنت دسترسی داشته باشند، این مبلغان کوتاه فکر و تاریک اندیش را الگو قرار داده و پوچ‌ترین تخیلات دور از منطق را اساس تفکر خود می پذیرند و این می تواند جامعه را به قهقرای جهالت بکشاند و نسل در نسل تداوم یابد. ما هر روز در رسانه های اجتماعی با اشخاص مواجه می شویم که اصلا سواد نوشتن یک پاراگراف را هم ندارند، ولی به خاطر داشتن تضادهای فکری، عقیدتی و عقده‌هایی که از نفهمیشان منشأ می‌گیرد، به نخبگان و شخصیت‌های قابل ارج با بی‌خردی می‌تازند و حتی اخطار می‌دهند و ایشان را تکفیر می‌کنند. این انتهای جهل و عمق فرو افتادگی یک جامعه است که افراد کم سواد و بی‌دانش خود را تشخیص نمی‌توانند و به ستیزه برمی‌خیزند و نمی‌دانند در برابر کی چه می‌گویند. به قول علامه سید جمال الدین افغان، تفکر دینی سد راه تفکر علمی است. آنجا که دین و مذهب غالب است، علم مغلوب است و غایب. دین و مذهب غذای روحی و وسیله تسکین مردمان ساده لو و نادان است. ای کاش جواز استفاده این دستگاه ها می توانست بر معیار آگاهی انسان باشد. آنگاه شاید بیشتر از 90% مردم ما نمی توانستند کامپیوتر یا تلفن هوشمند داشته باشند.